درود بفرستم به همه عزیزان برنامه تلویزیون شادی. سمی هستم. هفته قبل و متاسفانه نتونستم برنامه داشته باشم به خاطر که سرما خورده بودم. توصیه میکنم به همتون که حتما از خودتون نگهداری بکنین و لباس گرم بپوشین اگر جای سرد هستین، و بدونین که ما در مسیح بدنی سالم داریم ولی خودمونم باید از بدنمون نگهداری کنیم. ممنونم برای محبتاتون، برای تلفناتون، تشویقاتون. مرسی که به تلویزیون ما توجه میکنین. تلویزیون کارش پیغام خوش نجات هست. من یکی از اون نجات یافتگان هستم که 5 سال واقعا زندگیم تو دستای خود خداوند زنده عیسی مسیح قرار داره. من این برنامه‌ای که دارم اسمش چه خبر هست. حالا امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی بتونیم بیشتر و پربارتر باشیم برنامه من براتون. من تو این برنامه سعی می‌کنم با دوستان عزیزم، با افراد مختلف از قسمت‌های مختلف جامعه‌مون، تو رشته‌های مختلفی که هستن، مصاحبه کنم، باشون حرف بزنم، در اصل ببینم که اون نجات یافتن در نام مسیح براشون چه تأثیر تو زندگیشون گذاشته. تو اون برنامه من با 2 تا از عزیزانم که افتخار آشنایی داشتم بعد از نجاتم در نام مسیح در کلیسای پرستندگان مسیح باشون آشنا شدم. این عزیزان یکیشون برادر جورج عزیزم هست که از کسانی هست که اصلا تشویق کرد که برنامه تلویزیونی داشته باشیم و یکی از رهبران کلیسای ما هستن در حال حاضر، و همینطور برادر روبرت عزیز که یکی از کسانی هستش که با تمام دل و جونش بعد از نجات یافته و معجزه مادر خانم شالانوش عزیزم و که در زندگی مادر خانمشون اتفاق افتاد، قلبشون رو به مسیح دادن و گرچه مسیح زاده بودن ولی تولد تازه پیدا کردن، و الان و همراه آلانوش عزیز که شما برنامهش رو روزهای پنجشنبه مشاهده میکنید به اسم گواهی ایمان، من با ایشون مصاحبه کردم و ازشون خواهش کردم که این تولد تازه تو زندگیشون چه تأثیرهایی داشته، تو زندگی کاریشون، تو برنامه زندگی زناشویشون، تو برنامه رابطهشون با کسان دیگه. و من به این نتیجه رسیدم که واقعا هیچ کس نمیتونه ما رو عوض کنه جز خود خداوند، و از هیچ راهی ما نمیتونیم به خدا برسیم مگر از طریق صدای زیباش، از طریق روح القدسش. پس من از خداوند میخوام هر کسی که این برنامه رو میبینه و تا الان قلبشو به مسیح نداده یه تفکری تازهی بکنه و از خداوند عیسی مسیح بخواد که باهاش ملاقات بکنه، همجوری که به ملاقات من اومد، در خواب من اومد و روزی که بعد از خواب من با من صحبت کرد و به من این انجیل رو نشون داد که الان جلوی من هست. و من همیشه میگم اگر خود خداوند با من صحبت نکرده بود و اگر خود خدا این انجیل رو تو اتاق خواب من به من نشون داده بود، من هرگز جایی که الان هستم نبودم. و این عشقی که دارم به خاطر عشق لایعذال مسیح بود که روی صلیب رفت، جونش رو برای من و همه ماها داد و بعد از 3 روز قیام کرد که ما اعلام بکنیم که از هر گناهی آزاد شدیم، چون وعده اون بوده، صحبت خود خداونده. هیچ شخصی نمیاد بگه که من شما رو نجات میدم جز خود خداوند. از طریق روح القدسش هیچ کس نمیتونه بیاد اعلام بکنه که عیسی مسیح خداوند زنده است. پس از خداوند میخوام که روح مقدسش رو بر تک تک شما عزیزانی که الان این برنامه رو میبینین و مشاهده میکنین بریزه، و آنچه که در قلبتون هست، ما داریم میریم به استقبال سال جدید مسیحی، سالی که عیسی مسیح با تولدش 2000 سال پیش تاریخ رو عوض کرد، تاریخ زندگی من رو عوض کرد، تاریخ زندگی بشریت رو عوض کرد و ما رو به جایی رسون که اعلام بکنیم که ما الان تولدی تازه داریم، اون هم در نام عیسی مسیح زنده. ازتون خواهش میکنم به این اینترویو به انگلیسی میگم ولی به این مصاحبه که با این عزیزان من داشتم توجه بکنید.
روبرت عزیزم، از برنامه چه خبر تلویزیون شادی اومدم خدمتت که باهات یه صحبت کوچولویی داشته باشم، چون یکی از رهبرای کلیسا هستی، یکی از خادمان صدیق و صادق خداوند هستی. خدا رو شکر برای وجود خودت، خانم آرانجون که ایشون هم برنامه دارن روزهای پنجشنبه، برنامه مخصوص گواهی ایمان داره آرانجون. تبریک میگم. بله، تبریک میگم به آرانجون و خودتون. من یه سوال دارم ازت، چون من مسلمان زاده بودم که بعد از خواب عیسی مسیح قلبم مال خودش شد و منو خودش اینجا برد که کنار شما خدمت کنم. برای شما مسیحی زاده بودی که تولد تازه پیدا کردی. من میخوام ببینم این تولد تازه وقتی که شروع کردی به خدمت در این کلیسا که کلیسا فرزندگان مسیحه، اون هدفی رو که خداوند به نشون داد برای خدمت به خودش، برای جلال خودش، چه تأثیر در زندگی شما و هدف شما از قبل از اینکه تولد تازه پیدا کنین داشته تو زندگی؟ من از نوبه خواب خیلی ممنون سامی جان، خادم خدا هستیم، سامی هم از خادمان خوب ما هست. آمین، خدا شکر بسه وجود شما همچنین. من کلیسایی که مسیح زاده بودم، کلیسای سنتی ایران رو میرفتیم، ولی خب واقعا نمیدونستیم واقعا که مسیحیت چیست. ما فقط رسوم رو اجرا میکردیم، شم روشن میکردیم، دعا میکردیم، ولی واقعا بفهمیم که مسیحیت چیست، چرا عیسی خدا روی زمین و چرا عیسی مسیح رو صلیب رفت. ما قشنگ یاد ندارم. خداش واسه این کلیسایی که داریم، خداش واسه برادر رسول که اومدیم کلیسا بنای که تعلیم گرفتیم که مسیحیت چیست و مسیح چرا روی صلیب رفت، مسئله نجاتی است. تازه یاد گرفتم که کار عظیم خدا رو که روی صلیب کرد. آمین. بعد اینکه قلبم به خدا دادم، در واقع مسیح شدم، خیلی چیزای مثبت رو زندگی من تو افتاد. اما اینکه هدفم رو زندگی پیدا کردم که هدف فقط ازدواج کردن و کار کردن و بچه داشتن نیست، فقط هدف ما رسیدن و کامل شدن به مسیح. هدف ما که زندگی میکنم واقعا خدمت ما به خداست. خدای ما اگه خدای ما جورش فرقت واسه ما هم یه چیز مسئولیت کوچیکی داریم که واسهش انجام بدیم. یکی از مسئولیت همین خدمت در کلیسا است. ما با خدمت این کلیسا میخوایم به مسیحمون نشون بدیم که دوستش داریم، عاشقش هستیم. خب تشکر کنیم و کار بزرگی رو که زندگیمون کرده. و این هدف ما در واقع زندگی است که به خدا خدمت کنیم، امرایی که به ما گفته انجام بدیم. یکی از بزرگترین هدفاش اینه که خبر خوب نجات رو به همه برسونیم. آمین آمین. من زندگی تغییری که تو زندگی شد واقعا همش به طرف مثبت بود. یعنی من تازه فهمیدم که اول فهمی کنم زندگی دست ما سادم باز زنگ دست منزه رو زانوهاش بلند شد، فقط فهمیدم نیست، یه خدایی دارم که قادر مطلق همه چیز مال اونه و اون عاشق منه. یه چیزی که هنوز نفهمیدم که خدایی که خالق همه چیز هست عاشق منه، پدر منه و واقعا سپورت داره. من ایمان و امیدم همیشه به خداست دیگه. من یه چیز تو اشکالات گیر میکنم، تو مسئله گیر میکنم، دیگه استرس نمیگم، چون میدونم خدای ما قادره، هر مسئله داره خدا میتونه حل کنه، به دست خدا میسپونه و این آرامش رو دریافت کرد. آمین. رابطه ما با همسرم بهتر شده. خداش با سالونش که اینجا خدمت میکنه. آمین. رابطه بهتر شده با همسر. دونستن که بچه که داریم هدیه خداست، خدا رو بچه به دست خدا میسپونیم. همه مسئله همیشه فقط تنها چیزی که میمونه که شکرگزاری. خدا خیلی ممنون از کار و زندگی و همسر و بچه و کلیسا. چجوری فقط میتونم خدمت کنم. و این خدمتم واقعا سختی ها رو داره، ولی خب این هم نکنیم دیگه تو زندگی. اگر بریم اون دوین مسیح رو ببینیم، مسیح چی بگیم؟ مسیح از من پرسید روبرت، این 200 سالی که زندگی کرده رو زمین واسه من چیکار کردی؟ بتونم بگم آقا یک کلیسا کوچیکی که داشتی، یه خدمت کوچیک کردم. هللویا. با امید این که کلیسا ما بزرگتر بشه. آمه. ایرانیان عزیز بیشتر نجات پیدا کنن تا در کلیسای بزرگتر خدمت شما بشن. مانند او هیچ کس، هیچ کس کس مانند او، او عجیب و مهیب است. کس مانند او، او مسیح است، بخیز و او را بپرست. کس مانند او هیچ کس، هیچ کس کس مانند او، او عجیب و مهیب است. کس
برادر جورج عزیزم که عاشقانه داره توی این کلیسا خدمت میکنه و باعث دلگرمی تک تک ماست. برنامه تلویزیونی که میبینین، برنامه هایی که ما داریم، تلویزیون شادی که ما داریم، طبق تفکر ایشون بود، ایشون اینو ارائه دادم و خدا رو برای جلال مسیح، برای قلب قشنگی که جورج عزیزم، آنیتای عزیزم، خانم عزیزش داره واقعا برای خداوند. من امروز از جورج خواهش کردم بیاد من ازش یه سوال بکنم. قبل از شما برادر روبرت اینجا بود، شما مسیحی زاده بودید ولی تولد تازه پیدا کردید. میخوام سوال بکنم ازتون، این تولد تازه، اون هدف رو که خدا به شما داد برای خدمت به خودش، برای جلال نام خودش، این هدف چطوری در اصل شما این هدف رو دنبالش رفتین، گرفتینش؟ برای که این هدف خداوند به شما نشون داده که اینجور باعث دلگرمی تک تک ما توی کلیسا هستیم. من به عنوان کسی که حالا 5 ساله ایمان آوردم و مسلمان زاده بودم و خداوند بر جلال نام خودش منو نجات داد، کنار شما قرار داده الان، ولی شما یکی از دلگرمی ها و یکی از رهبرایی هستید که در کلیسا حضورتون، خدمتتون خیلی واضحه، خیلی باعث دلگرمیه، باعث دلگرمی منم هست که اجازه داده که من بیام نیم ساعت اینجا وقت شما رو بگیرم، ولی بیشتر ایشون باید صحبت کنه نه من. من خیلی برادر جورج و آنا جونم دوست دارم و من میخوام ببینم این هدف شما چجوری عوض شد با اجازه بدین قبل از هر چیزی به شما تبریک بگم. این معمولیت که به عهده گرفتین، و بعدش هم بگم که من همیشه هر وقت شما توی تلویزیون میبینم کنار برادر رسول که بودید اول، واقعا برکت آنچنانی میگرفتم. خدا شکر به وجودت، واقعا میبینم که چه قلب قشنگ و پر از افتخار داری برای عیسی. آمین. جلال برنامه که واقعا هم افتخار برازنده نام عیسی مسیح. آمین. All is yours Jesus. بله، بزرگترین رویداد جهانی برای عالم بشریت هیچ چیز نیست جز خود عیسی مسیح. آمین. آمین. از بعد زمانی که نطفه روح القدس در شکم مریم نشست تا موقعی که این جهان رو ترک کرد و با آسمان رفت و بعد از البته میدونیم که همه خودش روی صلیب برای همه ماها فدا کرد. واقعا چه عشق عجیب و عظیمی بود که هر کس به اون واقعا آگاهی پیدا بکنه، مثل هر کسی، مثل خودت، مثل خیلی که میشناسم، واقعا با تمام وجود، با تمام فکر و ذکر و قلب عاشق عیسی مسیح. آمین. آمین. هللویا. بله، چون که میدونیم که بالاترین عشق مال خداوند. آمین. و تنها کسی بود که موقعی که روی زمین بود به ما گفتش که موقعی که میخواین با خداتون تماس بگیریم، صحبت بکنیم، بهش پدر خطاب بکنیم. آمین. بله. و ما فرزندان خدا شدیم که آمین. واقعا چه افتخاریه، هم برای ما از هر نظر که بگیریم واقعا چه افتخاریه. و میدونیم که خب من خودم حالا برم به سراغ سوالات شما کردیم. آمین. این توی قلبم بود که بگم که واقعا خداوند ما چقدر عظیم کارش. آمین. من از کودکی به عیسی مسیح ایمان آوردم. مادرم موقع که 7 سالم بود منو فرستاد توی کلیسای کاتولیکا، چون خودش کاتولیک بود، منو فرستاد کلیسای کاتولیکا. اونجا من عیسی مسیح رو شناختم. هللویا. و همونجا عاشق شدم و هیچی، هر حرکت بدی که داشتم از خودم اینا رو دور کردم، سعی کردم دور بکنم که پاک باشم و اینا. آمین. بعد هیچی، موقع که بزرگ شدیم و اینا دیگه افتادیم توی خط جوانی و همه سیگار میکشیدم، من سیگار کشیدیم و پارتی میرفتیم دیگه، یواش یواش چیز شد، آبکی شد. بله. بعد اتفاقاتی که توی زندگی من افتاد، توی
چیزایی که کشیدم موقعی که در سختی بودم پناه بردم به خدا. آمین. اونجا برای من ثابت شد که این موضوع 25-6 سال پیشه که موقعی که رفتم به حضورش با تمام وجود در متمرکز شدم، به من اینو خداوند باز کرد برای من که اول و آخر خودشه، هر چی هست مال خودشه، ما همه مال خود دست پرورده ساخته دست خودش هستیم و اول آخرمونم اونه. آمین. و بهتره که خودش باشه، مخصوصا آخرمون به اون برسه، نه اولمون الان خودش این بزرگی رو داشت که به ما جان داد تا براش حتی فدا بکنیم اینجا. ما واقعا هیچ کار مهمی براش نکردیم در مقابل اون جفاهایی که توی میدلیست الان به مسیحی ها میدن، چه بلاهایی که سرشون میمیرن تو پاکستان، توی افغانستان، همه جای دنیا، حتی توی امریکا هم میخوان اذیت بکنن مسیحی ها. دلیل این که من دنبال این کارا رفتم این بود که از مسیح یه چیز مهمی رو یاد گرفتم که طرفدار حقیقت باشم. آمین. و سپری باشم اگه میتونم برای کسانی که در ظلم و جفای بیدادگران هستن، اگر بتونم حتی جون خودم براشون بدم و برای حقیقت بیستم. و تنها بهترین راهی که من میتونستم این کار رو بکنم همون بود که دست به دست برادرم رسول بدم. آمین. و اگر کاری از چیز من از من برمیاد براش انجام بدم. خدا را شکر برای حضور برادر جورج، خیلی فروتن هستن واقعا، ولی از کسانی هستن که من هر موقع نگاهشون میکنم واقعا بیشتر تشویق میشم. بعد از کشیش رسول ایشون رو میبینم، برادر روبرت رو میبینم، خادمای دیگر رو میبینم که با جون و دل از وقتشون، از مالشون، از همه چیشون رو همه گذاشتن تو دست عیسی مسیح. منم تشویق میشم که بهتر خدمت بکنم. ممنونم از سپورده. مهمترین میوه هایی که از بشارت مسیح ما میگیریم اینه که در جهان صلح و آرامش. آمین. برای همه که الان داره میجوشه. آمین. فقط عیسی مسیحه که آرامش و شادی و خوشبختی رو به مردم دنیا برمیگرده. حقیقت. بینندگان عزیز، ممنونم از اینکه به این برنامه توجه کردین. به دست خداوند زنده عیسی مسیح میسپارمتون تا برنامه بعد. خدا نگهدار.